نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی روز پنجشنبه 13 ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در ادامه تاکید فرمودند مرحوم شیخ انصاری در اواخر کتاب مکاسب معترض شده که پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر در برخی موارد واجب و در برخی موارد جائز نیست و موارد آن متفاوت است. معظم الله با اشاره به پذیرش این نوع ولایت از سوی حضرت سلمان فرمودند پذیرش این مسئله از سوی حضرت سلمان از جمله مواردی است که با اذن امام معصوم صورت گرفته است و در روایات آمده است که وقتی حاکم وقت برای حضرت سلمان دستورالعملی نوشت ایشان پاسخ دادند که من به خاطر تو این ولایت را نپذیرفتم بلکه به خاطر امیرالمؤمنین پذیرفتم. ایشان در ادامه تاکید فرمودند این همان مسئله ولایت از سوی حاکم جائر است که گاهی اوقات به لحاظ عناوین ثانوی واجب و بعضاً جایز است. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با نصیحت امام مسلمی فرمودند در روایاتی که در رابطه با نصیحت امام مسلمی وارد شده مراد از این نصیحت فقط به زبان نیست، یعنی هر گونه اقدامی که لازم است امام مسلمین به آن عمل کند. معظم الله در ادامه فرمودند حضرت عباس علیه السلام دقیقاً به آن چیزی عمل کردند که امام حسین علیه السلام بدان امر فرموده بودند. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. اگر امام مسلمین امام معصوم امکان نداره، اگر امام المسلمین یه فقیه جامع شرایطه که معصوم نیست، آره خوب ممکنه، چرا نه؟ تو قرآن هم داره و شاور هم فلم، این یک نوع اداره کردن اموره، مثل یک فرض کنید پدر که مطالب رو بهتر از بچه‌هاش می‌دونه اما در عین حال از اونا مشورت می‌کنه. تو قرآن هم داره وشاورهم بلهم. اگه نه شکی نیست در مورد قرآن کریم که امر به پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر از اونا بهتر می‌فهمیده. میدونید رساله ذهبیه معلوم نی که همه تعبیرات از امام باشه، سند نداره. ببینید خاتمه مستدرک را راجع به رساله ذهبیه همون الکلام الکلام به نتیجه یه چیزی که مسلم باشه که معصوم علیه السلام فرموده نیست.